درود بر شما همراهان گرانقدر به این کلیپ و به این درس خوش اومدید در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی و ارزنده انگلیسی مستحب خوردن و در این درس میخوایم عبارت ها و جملاتی رو برای تعارف کردن و احترام گذاشتن به دیگران وقتی که میخوایم چیزی رو بهشون بدهیم یا به اونها تعارف بکنیم با هم یاد بگیریم این عبارت ها رو با هم تمرین کنیم و به اونها مسلط بشیم تا رشد خوبی در یادگیریمون داشته باشیم فقط دوستان قبل از این که درس رو شروع بکنیم فراموش نکنید اگر میخواید جزء اولین نفراتی باشید که کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن به دستشون میرسه و از اونها میتونید در جهت یادگیریتون استفاده بکنید کانال انگلیسی مثل آب خوردن، کانال خودتون رو سابسکرایب بکنید تا وقتی که کلیپ های آموزشی در کانال به اشتراک گذاشته میشه و انتشار داده میشه شما جز اولین نفراتی باشید که بتونید از کلیپ های آموزشی استفاده بکنید و رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید بسیار خوب بپردازیم به عبارت ها و جملاتی برای روش درست تعارف کردن در انگلیسی Here, have a seat. Here, have a seat. here یعنی اینجا شما دارید اشاره میکنید و به طرف میگید بفرمایید بنشینید seat یعنی صندلی have a seat یعنی یه دونه صندلی داشته باشید و معنی و مفهومی که داره یعنی بفرمایید این صندلی بفرمایید بنشینید here have a seat here have a seat here Take some sugar. Here, take some sugar. Here, دوباره در ابتدا اومده یعنی اینجا. Take یعنی برداشتن یا بردن. Some یعنی مقداری. Sugar یعنی شکر. Some sugar یعنی مقداری شکر. Here, take some sugar. یعنی بفرمایید از اینجا کمی شکر بردارید یا کمی شکر اینجاست بفرمایید خدمت شما مثلا دوستتون میخواد قهوه بخوره بعد شما بهش میگید Here, take some sugar. بفرمایید اینجا کمی شکر وجود داره بفرمایید خدمت شما Here, take some sugar. Here, take some sugar. Please have a piece of cake. Please have a piece of cake. Please یعنی لطفا دوستان دقت بفرمایید تلفظ درستش please پیلیز نگفتم یا پلیز نگفتم please بین پی و ال صدایی وجود نداره ما هم مجاز نیستیم صدای اضافه بکنیم Please یعنی لطفاً Have یعنی داشتن A piece of cake یعنی یک تکه کیک Piece یعنی تکه A piece Article A یعنی یک اک, Of cake یعنی از کیک A piece of cake یعنی یک تکه از کیک یا یک تکه کیک Please have a piece of cake یعنی لطفا یک تکه کیک داشته باشید یا یک تکه کیک میل کنید یا لطفا یک تکه کیک بردارید این هم عبارتی است که برای احترام و کیک تعارف کردن استفاده میشه حالا شما لطفا در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید و فرض بگیرید که شما یک کیک خریدین حالا میخواید به بنده تعارف بکنید به انگلیسی آب خوردن بگید لطفا یک تکه کیک بردارید please have a piece of cake please have a piece of cake Can I get you some coffee? Can I get you some coffee? Can I yani your man Nam? get یعنی گرفتن get you یعنی برای تو بگیرم can I get you یعنی آیا میتونم برات بگیرم چی؟ some coffee مقداری قهوه coffee یعنی قهوه که همتون بلدید some یعنی مقداری can I get you some coffee یعنی آیا میتونم کمی براتون قهوه بگیرم افتخار میدید کمی براتون قهوه بگیرم شما قهوه میل دارید براتون کمی قهوه بگیریم can I get you some coffee Can I get you some coffee? Would you like to use my pen? Would you like to use my pen? Would you like یعنی آیا مایل هستی آیا دوست داری که چی کار کنی To use که استفاده بکنی Use یعنی استفاده کردن My pen یعنی خودکار من To use my pen که از خودکار من استفاده کنی Would you like to use my pen؟ آیا میخوای از خودکار من استفاده کنی؟ مثلا رفیقتون خودکارش قطع شده نمی نویسه یا همکارتون بعد شما میگید Would you like to use my pen؟ میخوای از خودکار من استفاده کنید؟ دارید احترام میذارید بهش دارید تعارف میکنید Would you like to use my pen؟ Would you like to use my pen؟ Do you want me to help you? Do you want me to help you? Do you want یعنی آیا شما می خواهید؟ want یعنی خواستن Do you want me یعنی آیا شما از من می خواهید؟ که چه کار کنم to help که کمک بکنم به کی you به شما Do you want me to help you آیا میخوای کمکت کنم Do you want me to help you? حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. Do you want me to help you? Do you want me to help you? Would you like to type that letter for you? Would you like to type that letter for you? Would you like یعنی آیا تو دوست داری آیا تو مایل هستی که چی کار کنیم to type type یعنی تایپ کردن با کیبورد تایپ کردن چی رو that letter that یعنی آن اشاره به دور letter یعنی نامه for you یعنی برای تو would you like to type that letter for you یعنی آیا میخوای اون نامه رو برات تایپ کنم البته لطف میکنید زحمت میشه Would you like to type that letter for you? حالا نوبت شماست همین عبارت رو همین جمله رو در قسمت کامنت تایپ بکنید عزیزان Would you like to type that letter for you? Would you like to type that letter for you? Here, let me open that. Here, let me open that. Here یعنی اینجا یا در اینجا یعنی بده به من. بذار این کار من انجام بدم. چه کار؟ Let me اجازه بده به من. Open باز بکنم that اونو مثلا خانومتون مادرتون میخواد یه کنسرو رو باز بکنه یا مثلا در مربا رو باز بکنه یا در رب رو باز بکنه ولی نمیتونه بعد شما میگید بده به من این کار رو انجام بدم Here let me open that اجازه بده اون رو برات باز بکنم چیز خاصی نیست Here let me open that Here let me open that I will do that if you want me to. I will do that if you want me to. I will do that یا I'll do that یعنی من آن کار را انجام خواهم داد do یعنی انجام دادن I will do یعنی من انجام خواهم داد چی رو؟ that اون رو حالا اون چیه؟ if you want اگر تو بخواهی می از من تو تو در اینجا برمیگرده به that اون کاره I will do that if you want me to اگر از من میخوای من برات انجام خواهم داد I will do that if you want me to I will do that if you want me to. How about another piece of pie? How about another piece of pie? How about یعنی نظرت چیه؟ یا how یعنی چگونه، about یعنی در مورد، how about شما دارید پیشنهاد میدید به طرف چی میخوای؟ نظرت در مورد فلان چیز چیه؟ another another یعنی دیگری. پیس یعنی تکه آف پای پای که خوردین پای سی پای آلبالو پای آناناس پیس آف پای یه تکه از پای How about another piece of پای pie? یعنی نظرت در مورد یه تیکه دیگه پای چیه؟ حالا شما میل دارید یه تیکه دیگر از تمرین حالا شما در قسمت کامنت همین عبارت رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید How about another piece of پای pie? How about another piece of pie? حالا در اینجا میخوایم عبارت رو یاد بگیریم که اگر شما تعارف دیگران رو قبول کنید میتونید از این عبارت ها استفاده بکنید این عبارت ها خیلی عرفی خیلی رایجن و شما باید بلد باشید اگر کسی به شما لطف کرد به شما تعارف کرد یا شما به کسی تعارف کردید در پاسخ به این تعارف از این عبارت ها و جملات میتونید استفاده بکنید اولین عبارت یس yes. که همتون بلدید یس yes. یعنی بله طرف لطف میکنه تعارف میکنه بعد شما میگید یس yes. و میخواید که تعارفش رو بپذیرید کمکش رو بپذیرید میگید یس yes. Thank you. Thank you. Thank یعنی سپاسگزاری کردن. You یعنی از تو. Thank you. در مورد تلفظ th در Thank you. دقت بفرمایید دوستان TH وقتی که میخواید تلفظ بکنید زبونتون زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید س س س سارا میشه س س سارا اگه بخوایم THش کنیم و در اینجا Thank you یعنی سپاس متشکرم از شما لطف میکنید Thank you yes حتی میتونید دوتاشم ترکیب کنید Thank you yes حالا من به شما میگم میخواید همین جمله رو همین عبارت ها رو در قسمت کامنت بنویسید شما میگید thank you yes و این کار رو انجام میدید thank you thank you please please یعنی لطفا دوستان باز هم تاکید میکنیم در مورد تلفظ درست پلیز دیده میشه خیلی از زبان آموزا میگن پیلیز یا میگن پلیز ببینید دوستان بین پی و ال صدایی وجود نداره و ما هم صدایی نباید اضافه بکنیم پلیز یعنی لطفا طرف تعارف کرده حالا شما میخواید بپذیرید پلیز یس یا پلیز ثانکیو یس میتونید ترکیب بکنید ترکیبی بگید Please, please, would you mind? Would you mind? would you یعنی آیا شما فلان کار رو میخواید بکنید در اینجا mind mind یعنی اهمیت داشتن در نظر داشتن would you mind عبارتی است که یعنی آیا براتون سخت نیست آیا براتون اشکالی نداره آیا براتون مثلا فلان کار رو بکنید اشکالی نداره این کار رو انجام بدید طرف تعارف کرده بعد شما میگید would you mind ممکنه این کار رو انجام بدید خیلی با کلاسه would you mind اگه اشکالی نداره اگر مشکلی نداره برای شما خیلی قشنگه حالا شما در قسمت کامنت همین رو بنویسید که اینجا یادش بگیرید would you mind would you mind if it is no trouble for you if it's no trouble for you if یعنی اگر it's no trouble یعنی اگر زحمتی نیست trouble یعنی دردسر یا زحمت it's no trouble یعنی زحمتی نیست برای کی؟ for you برای شما if it's no trouble for you یعنی اگر برات مشکلی نداره اگر اذیتت نمیکنه اگر باعث زحمت نیست طرف تعارف کرده یا شما تعارف کردید در پاسخ این گفته میشه if it's no trouble for you if it's no trouble for you that is very kind of you that's very kind of you that is your yeah, that's on yeah, unasked در مورد اون موضوع صحبت میکنه very یعنی بسیار kind یعنی مهربانی در اینجا of you یعنی از تو یا kind of you یعنی مهربانی تو that's very kind of you یعنی این از لطف بسیار شماست این از لطف بسیار شماست که ما رو همراهی میکنید که بتونیم کمک بکنیم در جهت یادگیری دیگران رو کمک بکنیم شما رو کمک بکنیم بتونید دو تا کلمه در کانال انگلیسی مثل آب یاد بگیرید حتی اگر دو تا عبارت یه دونه عبارت شما از کانال انگلیسی مثل پردن یاد بگیرید و بتونه در جهت یادگیری شما مسمر سمر باشه ما رسالت خودمون رو انجام دادیم That's very kind of you That's very kind of you بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان دوستان فقط فراموش نکنید که در قسمت کامنت عبارت ها رو حتما بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید وقتی که دارید بیان میکنید عبارت ها رو و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در تلفظتون وجود داره به اونها دونها رو پیدا بکنید و رفت بکنید که منجر بشه به رشد و یادگیری و موفقیت شما عزیزان آرزوی بهترین ها رو برای شما و عزیزانتون در هر کجای دنیا که هستید داریم